امکان نداره کسی توی حوزه مهدویت بتونه کار بکنه و دووم بیاره الا اینکه قبلش این چیزی بهش رسیدن خودشو، الا اینکه قبلش این نفس خودشو رام نکرده باشه. اصلا امکان نداره. مگه میشه شما بیاید برای ظهور کسی کار کنید که میخواد ابلیس رو گردن بزنه بعد ابلیس شما رها کنه؟ سه خیال خام و باطله. منتها بخواد یه کسی بلند شه بیاد برای کسی که داره کار امام زمانی میکنه، نمیاد بهش میگه برو عرق بخور. که ابلیس تجربه داره، با تجربه است، میدونه این پیشنهاد رو این آدم جواب نمیده. یه چیزی میگه از عرق بدتر اینو میزنه زمین. اون روزی که من و شما به قضاوت نشست، اون روزی که شروع کردیم یک فردی رو قضاوت کردن، اون روزی که خیلی ساده تصمیم گرفتیم و خیلی راحت قضاوت کردیم و حکم هم دادیم که فلانی اینه سر وضعش رو نگاه کن، این اومده برای امام زمان کار بکنه، فاتحه هم خونده شد. اون روزی که نگاه عاقلا در سفیه کردیم، اون روزی که نگاه همون به مردم از حالت موازی و افقی تبدیل شد به یک نگاه بالا به پایین، که اینا نمیفهمن من الان فهمیده این جریان ماجرا، منم علامه‌شون، منم من میخوام اینا برم توجیه بکنم، تمام شدی، برکت ازت گرفته میشه. اما تا روزی که شما خالصانه داری برای امام زمان جل الله کار میکنی، تمام عالم و آدم جمع بشن شما رو بزنن، عزتتون بیشتر میشه. این دعای مستجاب نبی خداست. آقا رسول الله دست حضرت امیر رو گرفت بود بالا، خطاب به حق تعالی عرضه داشت، حضرت فرمود ون سرمن نصره، یاری کن هر که علی و اولادشو داره یاری میکن، هر کس امیر المومنین داره یاری. مگه میشه شما علی را یاری بکنی و خدا کمکتون نکنه؟ ما اینو باید مبنا قرار بدیم و امکان هم نداره در این من در این مسیر شما مسخره نشی، فوش نخوری. آقا جان وقتی داره از اون قومی که در آخر الزمان مائده 54 ذکر میکنه تا آخر الزمان میاد، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، ویژگی ها یکی از ویژگی های اینا ولا یخافون لومت لائم، یعنی بس سرزنش بشی، باید مسخرت کنن، باید تو این مسیر مسخره بشی، طبیعیه. آقا سنگ اندازی بشه طبیعیه، اگر نشه شما مشکل داری. اگه دیدی یه کار مهدویت خیلی راحت پیش میره، جدی به شک کن. سنگ اندازی میشه، باید استقامت کنی. بعد یهویی یعنی شیطان سنگریزه میپاشه زیر پات که ای پات سر بخوره، در جا بزنی، بکس و بات کنی با قولی. خدا دینامیت میذاره برات کوه برمیداره، منتها به شرط چی؟ استقامت. ان الذين امنوا ثم استقاموا. من یه سوالی دارم، نعوذ بالله خدا می‌خواد ما رو سر کار بذاره، هر چی داره میگه بخاطرش یه شرط استقامت میاره کنارش. استقامت در مقابل چی؟ در مقابل ناز کردن، در مقابل تعریف و تمجید از ما که استقامت میخواد؟ یعنی دقیقاً این داره به ما این کد میده، قرار فوش بخوریم، قرار مسخره بشیم، ما قرار تو این زمینه سختی بکشیم، فوش بخوریم. اصلا با فوش خورد ملص بشه. یه موقع هست گفتم خود طرف ایراد داشته باشه ها، خب تو طرف ایراد داره، بعد میگه عیبی نداره بذار من اون دست، خب تو خودت ایراد داری. نه بلا استثناء تک تک شما با یک دو یا سه عالم دینی مبرز در حوزه مهدویت و اخلاق باید ارتباط داشته باشید، باید رجوع بکنید، برید دینتون رو عرضه کنید، برید حاج آقا دو زانو بشینید در محضرش، میگه حاج آقا این برداشت منه درسته یا غلطه. میدونید که از دلایل مقام عجیب غریب حضرت عبدالعظیم حسنی چیه؟ همین ویژگیشون، چون چندین امام معصوم رو درک کرد، در زمان هر کدام بود خدمت حضرات میرسید عرضه میداشت آقا جان این برداشت من از توحیده، این برداشت من از معاده، این برداشت من از امامته، صحیحه یا غلطه؟ آچارکشی کنید منو. چقدر رجوع میکنید؟ این خطرناکه. اگر ما یه اتفاق افتاد که ما خودمون دوره افتادیم شروع کردیم رجوع به روایات، نه فرمود فرجو الا روایاتنا، به روایات ما روی فرجو الا روات احادیثنا. الان یعنی یه جغله بچه بلند میشه یه کتاب پی دی اف از اینترنت دانلود میکنه و نشانه های ظهور بالا پایین میکنه و یه کانال تلگرامی کنتور نمیندازه درست میکنه، یه فتوشاپ یا یه چیزی و یه عکس نوشته های مملکت میریزه به هم. الان مرکز یه
نرم افزاری دیدین بیرون، نرم افزار جامعه مهدویت، نمیدونم حالا عزیزان دیدن یا نه، نرم افزار جامعه مهدویت پارسال بهترین نرم افزار مهدوی کشور شناخته شد. بعد تمام احادیثش رو فرستاد مرکز تخصصی مهدویت، گفتم اونجا چکشکاری کنید، اصلا سری که درد میکنه دستمال، برای چی خودم مشکل اونجا اجتناب من مواضعتون، یعنی یک جا ما خودم غلط انجام بدیم بعد بگه ای نداره الان این مصداق فوش خوردنای ما لابد به خاطر خوب عمل کردنمون. نه آقا این اینجا مهمه، آخه کی داری فوش میخوری؟ با چه دلشاد واقعیت داره اونجا وارد اون انتقادی که داره از شما میشه؟ اگه دیدی یه کار مهدویت خیلی راحت پیش میره جدی به شک کن.